مهمترین دست آوردم از سفرها با توجه به سبک سفری که دارم برای خودم اینه که خودم رو خیلی بهتر شناختم یعنی قشنگ کشف کردم سلام من محسنم و خوش اومدین به چهل و قسمت پادکست کتابگرد توی این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتابها باهاش حرف میزنم از کتابهای محبوبش میپرسم و اینکه چه کتابهایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادتهای کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گفت ها بتونیم کتابای خوبی برای خوندن پیدا کنیم چقدر توی زندگی تغییر مسیر دادید؟ چقدر از تجربه های جدید استقبال می مهمون امروزمون تو مسیر زندگیش تغییرهای زیادی داشته و چیزهای متنوعی رو تجربه کرده. از تجربه های تلخی مثل افسردگی و خودکشی تا کارهای حیجان انگیزی مثل کار توی ارتفاع و خوندن کتاب صوتی برای بچه ها. از کار توی بیمارستان تا دوچرخه سواری 2000 دو کیلومتری از دریای خزر تا خلیج فارس. این مسیر رو رکاب زده برای اینکه بتونه کمک کنه دخترهایی که به مدرسه دسترسی نداشتن صاحب مدرسه بشن. کمپینی که اسمش رو گذاشتن دختران فردا. سهر توسی مهمون این قسمت کتابگرده. با سهر از تجربه های مختلف زندگیش حرف زدیم و اینکه تجربه کردن چیزهای مختلف چه اهمیتی داره. سلام سهر عزیز خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد سلام عرض ادب مرسی از دعوتتون و خوشحالم که تاخچرا نزدیک دیدم و با شما آشنا شدم <applause> مرسی از لطفت برای اینکه بیشتر باهات آشنا بشیم اگه بخوای یه برشی از زندگیت رو بگی که اون برات خیلی تاثیرگذار بوده مثلا داستان زندگی تو رفتم خوندم تو اینستاگرام خیلی تغییرهای زیاد داره ولی بخوای یکیش رو انتخاب کنی و اینجا بگی کدوم رو میتونی بگی ببین همینطور که خودت میگی خیلی من خب بالا پایین تو زندگیم زیاد داشتم و لحظاتی که تاثیر زیادی توی آیندم و الانم داشته یعنی چیزی که الان هستم سحری که الان هستم نمیتونم بگم فقط یه لحظه بوده که من الان این شدم لحظه های زیادی بوده اتفاقات زیادی بوده و همش برام خیلی مهمن و دوستشون دارم حالا چه تجربیات تلخم چه تجربیات خوبم ولی من یه خصوصیتی که الان دارم اینه که و خب بهشم واقعا افتخار میکنم و خیلی هم کمکم میکنه اینه که سعی میکنم خیلی قضاوت دیگران روم تاثیر نذاره یعنی اینکه کسی مثلا به هم بگه که پشت سرم حالا یا به خودم بیاد بگه که مثلا بابا از تو که گذشته یا حالا چرا هم چی کاری میکنی یا هر چیزی یه سری حرفای این شکلی خیلی رو من تاثیر نداره و دلیلش هم یه اتفاقیه که من یه روزی استرس خیلی سنگینی کشیدم چی بود ماجرا؟ من تقریبا سنم فکر فکرم 26 اینا بود خیلی حالا سنم دقیق یادم نیست و مستقل شده بودم یه چند ماهی بود که مستقل شده بودم یه خونه اجاره کرده بودم و خب هزینه رو باید هندل می کردم. اون موقع من بیمارستان امام خمینی کارمند بودم کارمند قرار دادیم برای یه مدتی اومدن اعلام کردن که تمام شیفتای اضافه و اضافه کاری و اینا همش قطعه و فقط همون ساعت کاری مثلا هفتا دو رو باید بیاید کار کنیم و من خب چون که میگم تازه مستقل شده بودم یه سری خب وسایل اصلا نداشت خونم یعنی مثلا گاز و نمیدونم اینجور چیزا اصلا نداشتم یه گاز پیکنیکی کوهنوردی رو داشتم رو اون قضا درست میکنم یا جارو نمیدونم ماشین, زرف، ماشین لباس شویی و اینا هیچ اینا رو نداشتم و بعد اجاره خونم بود و حالا خرج و مخارج خودم و وقتی که همچین چیزی رو اعلام کردن خب من تحت فشار مالی قرار گرفتم و خب تصمیم گرفتم که کار کنم یه کار دوم حالا یا هر کاری که میتونم برای یه مدتی رفتم خونه یکی از پزشکامون و مثلا بچهش مراقبت کردم خونه رو تمیز میکردم و اینا که یه ذره به مشکل برخورد کردیم یعنی یکم احساس کردم که داره بهم توهین میشه و گذاشتم کنار بعد سه ماه البته پولم هم کامل از اون ندادم برای یک ماه من یه کاری رو پیدا کردم یه رستورانی بود نزدیک میدون توحید که الان هم بسته اونجا یه عروسکی بود عروسک جوجه و این باید میرفتی اون تو و تبلیغ میکردی و من قبول کردم این کار و خب بچهای اون رستوران هم دیگه منو میشناختن و اینا و من رفتم تو عروسه که جوجه بعد از کارم مثلا نزدیکای تا غروب من میرفتم تبلیغ میکردم بود بعد دیگه تو وقتی تو عروسه که کسی نمی بیند که تو کی هستی هی این اینوری کن اونوری کنه و اون حرکات عجیب غریب در بیار و فلان و اینا ولی یه بار همون مدتی که من اونجا کار میکردم تقریبا آخراش یکی از دوستان گفتش که از فرسا گفتش که بیبریم ناهار مهمون من میخوام یه چینی بدم بیبریم یه رستورانی نزدیکه گفتم که اوکی او باشه و اینا و آقا این ما رو برد همون رستورانی که من کار میکردم و من هی استرس این رو داشتم که من الان میرم تو اون رستوران و بچه ها بیان به من آشنایی بدن که منو میشناسم و من مجبور به توضیح این بشم که من دارم اینجا در لباس یک عروسک جوجه دارم کار میکنم و یادم نمیره اون موقعی که من نشستم تو رستوران و هی سعی میکردم حالا یه جوری به بچه ها بگم حالا خودمو او برسونم اون پشت و بگم که بچه ها به من آشنایی ندید یا مثلا حالا اونی که میدونه نیاد به من چیزی بگه جلوی این رفیقم هیچی نگه قضا که کوفتم شد و چیزی نفهمیدم و اینا که اصلا جای خودش ولی استرسی که اون روز من کشیدم واقعا نمیتونم توصیفش کنم زربانه قلبم بالا صورتم قرمز اصلا عرق میکردم که رفیقم گفت چیزی شده مثلا مشکل داری بابا ریلکس باش درست میشه مثلا همچین چیزی بود ولی بعدا رفتم خونه و گفتم که چته چرا باید همچین استرسی رو تحمل کنی اصلا فرض بگی که میفهمید مگه داری کار اشتباهی میکنی اصلا خودت اعتقاد داری که کارت درسته و داری برای مخارج زندگیت این کارو میکنی و این دیدگاه و این عقیده یواش یواش تو من شکل گرفت که چیزی که بهش باورداری رو نباید به خاطرش خجالت بکشی حتی اگر اشتباه هم باشه یاد میگیری ازش تجربه میشه برات یعنی من خب خیلی اشتباهات داشتم که بعدا فهمیدم اشتباهه پشیمون ازشون نیستم چون برام تجربه شده و ازش یه درسی گرفت این آره این اتفاق خیلی برام یه باوری رو ساخت و در واقع یه سبکی از زندگیم شد که از اون به بعد من اینطور بخوام زندگی کنم و خیلی تاثیر نذاره روی زندگی ممکنه که حالا مشورت بگیرم یا نظرات دیگران رو بشنوم شاید درست باشه اینا ولی اینکه قضاوتشون بخواد تأثیر گذار باشه و مثلا منو پشیمون کنه از هدفی که دارم و اینا نه آره دقیقا این رو توی اینستاگرامم هم دیدم توی هایلایت های هایلایت های داری دارید داستان زندگی من و برام خیلی جالب بود که زندگیت رو با همه اون خوبیا و بدیا ها تجربه های تلخ و سختی که داشتی همه رو توش نوشتی اونجا که خوبی بوده و از این مثلا انگار پشیمون ناراحت هم نیست یا حس مثلا راحتی میکنی با اینی که الان هستی و این چیزی که گذروندی خیلی اون ارزشمند بود چی جوری به این رسیدی ببین میگم خب سختی خیلی داشتم موفقیت خیلی داشتم بعد از یه الان خب من تقریبا چل سالمه یعنی بیام بگم که تو این چل سال چیزی که یاد گرفتم اینه که توی حال زندگی کنم از لحظم استفاده کنم چون که نمیدونم بعدا چه اتفاقی میفته و میگم این دیدگاه دیدگاهی نیست که من یه یه بشکن زده باشم و مثلا میگم ای خب پس من از این بعد این دونه دونه اتفاقات هی باعث شد که یه همچین عقیدهی تو من شکل بگیره و بعد محکمتر بشه راسختر بشم توی هدفم تو سبک زندگیم و هیچ وقت هیچ وقت من به خاطر تجربیاتی که داشتم چه بد چه خوب حالا میگی داستان زندگیمو خوندی مثلا خیلیا به من گفتن که تو چطوری اومدی من خب یه بار خودکشه ناموفق داشتم چطوری اومدی اینو گفتی چطوری جرأت کردی چرا اصلا هم چیزی گفتی ببین یه همچین اتفاق آره یه اتفاق خیلی بده تو زندگی ولی برای من شروع یک اتفاقات دیگه ای بود شروع ساخت خودم بود و من از اون درس هایی گرفتم و سبک زندگیم دوباره عوض شد اصلا جهان بینیم به دنیا چیز دیگه ای شد و هیچ وقت از اینها نه خجالت کشیدم نه احساس شرم کردم و یا اینکه مثلا نخوام برای کسی تعریف کنم اتفاقا چون برای خودم سازنده بود تعریف میکنم که شاید برای بقیه هم سازنده باشه یعنی فکر نکنن که این چیز این چیزا شکست ها باعث خجالت و شرمه چون به نظر من تو وقتی زمین میخوری یاد میگیری که یعنی داری یه جا را میری زمین میخوری خب یاد میگیری که اه پس پا من اگه اینطوری بذارم زمین میخورم مثل یه نوزاد و ما تو کل زندگیمون هیچ وقت نمیتونیم بگیم ما بالغ شدیم و کاملیم و همه چی رو میدونیم نه میشه گفت شاید همیشه همین نوزاده که در حال راه رفتن و یاد گرفتنیم هستیم و هی میریم جلو یه قدم برمیداریم ا پس پامونو اینجا نباید بذاریم پامونو اونطوری باید بذاریم و این خب باعث میشه که هم ما ساخته بشیم و وقتی بر بقیه هم تعریف میکنیم اگر بدونه و بغض و کینه و حالا حسد و یا حتی شعاف باشه هم به خود ما کمک میکنه هم به بقیه میتونه کمک کنه و برای همین نه من هیچ وقت نه خجالت کشیدم نه بدم اومد و حتی میگم یه مواقعی مرورش و گفتنش دوباره برای من یه چیز جدیدی رو باز کرد و گفتم ای مثلا اینم این دیدگاه هم میتونستم داشته باشم به اتفاقی که افتاده آره دقیقا به نظر خودم اینجوریه که اصلا این شکست ها حس آدم ها رو با هم راحت تر میکنه یعنی معمولا آدم ها در مورد مثلا خودشون موفقیت هاشون میگن یا یک حاله ای از فاخر بودن دور خودشون دارن که انگار شکست با اسم ضعیف به نظر برسن ولی اتفاقا یه برعکسه یعنی اتفاقا شکست ها آدم ها همدلی و همراهی بیشتری با آدم ها بکنن یعنی چون آدما احتمال داره تجربه مشابهی داشته باشن من خودشون نگفته باشن و این فرصت رو میده که بقیه بیان اتفاقا در مورد این موضوع ماجرا حرف بزنن و آره این مزام خیلی چیز ای که گفتی ببین دقیقا آخه اصلا انسان یه مجموعه ای از اتفاقات از شکست ها و موفقیت هست یعنی من خودم این دیدگاه رو دارم که انسان نه صفر نه یکه یه نه مشکیه نه سفیده یک رنگ حالا مثلا بگیم خاکستری این شکست و موفقیت ها یه مجموعی رو تشکیل میده به اسم انسان یعنی خوبی ها و بدی ها نمیتونیم یعنی بگیم خوب کامل یا بد کامل همه اینا در کنار هم اصلا معنی پیدا میکنه برای من حداقل این شکلیه یعنی اعتقاد من اینه که کسی که خوبی داره یه بدی داشته که در کنارش اون خوبیه حالا داره نشون داده میشه یا کسی که موفقیت داره و انسان موفقیت موفقیه حتما در کنارش یه شکستی داشته که از اون بلند شده درس گرفته و تونسته به اون موفقیت برسه توی زندگیت ماجراجویی هم خیلی پررنگه یعنی سفرهای خیلی زیادی رفتی کارهای متفاوتی کردی مثلا آخرش کشتم میدم چی میشه تمیز کردن شیشه تو ارتفاعات بود فکر کنم داشتم آره. میدم <applause> الان دا می روانشناسی فکر کنم میخونی آره, آره, اینا. آره. که اصلا سختترین تجربه که داشتی توی ماجراجوییات چی بوده ببین نمیتونم بگم سختترین هر کدومش برای خودش یه چالشی داشته و برای من واقعا شیرینه یعنی ممکنه اون لحظه من خیلی برام سخت گذشته یعنی چه جوری بگم قالب توهی کردن یه هم چیزی از همون اتفاق که میگم توی 25 26 سالگی افتاد و من هرچی قرص خونه بود خوردم این یه مدل تجربه بوده تا مثلا موقعی که من توی رشته کوه آلپ و برای سعود قله مملان رفته بودم و گم شدم و البته با یه گاید بودم یه رفیقی پیدا کردم که گاید بود و گم شدیم و فکر می کردم که تمام گم شدیم و دیگه مرگ و دارم میبینم که اونجا به خودم گفتم نه اصلا بل کوین چه فکریه راه تو برو پیدا پیدا میکنی فلان اینا و به خواهم مسلط شدم یا مثلا تو هند یا عراق موقعی که سواره ماشین بودم میخواستم از موسل برگردم اربیل و برگردم ایران و خب تو عراق اینطوریه که هی ایست بازرسی دارن خودشون میگن سیتره هم هی نگه میدارن ماشینا رو چک میکنن همه رو و یه جا نگه داشتن همه رو پیاده کردن و منو دیدن این قیافه یه زر عجیب قریب و مثلا حالا منم هجابی که گرفته بودم شبیه مثلا یه ذره لبنانی شده بودم که تو کی هستی و پاسپورت بده و ایرانی موسل چی کار میکنی وایسا اینجا بار بریز بیم. و خب مثلا اونم یه استرس برام بود و یه چالشی بود که مسلما اون لحظه من ضربان قلبم رفته بالا ترسیدم حتی ولی الان که بهش فکر میکنم هم یه درسی برام داشته هم یه شیرینی برام داشته یا کارهایی مثلا خب من یه چیزی که دارم ترس از ارتفاع معمولا اصلا اخلاقم این شکلی بوده که سعی کردم با ترسام رو به رو بشم و وقتی که حالا کوهنوردی که از خیلی قدیم می کردم با سنگ نوردی آشنا شدم و خیلی اتفاقی بعد با کار در ارتفاع آشنا شدم و دیدم که من با توجه به اینکه حالا ترس از ارتفاع دارم ولی باید باهاش مقابله کنم و بذار این کار رو انجام بدم کار هم جالبیه هیجان و با توجه به این کار میتونم به اونم غلبه کنم یادم یه کاری رو گرفته بودیم انزلی یکی از دوستان این کار گرفته بود و منم رفتم که کمکشون کنم یه برجی بود 80 متری فکر میکنم از برجای تابوس بندر انزلی منطقه آزاد که اینا رنگش رو گرفته بودم و رنگ میکردن بعد سروش همسرم هم اومده بود و برای اولین بار اصلا داشت با یه چیزی مواجه میشد و اومد رو پشت بوم خب این شکلی که می رو پشت بوم تناب و تمام وسایل و اینا رو میبندی به خودت و وصل میکنی و میای لبه پشت بوم و بعد باید آویزون بشی روی تناب بشینی در واقع و من خب بعد مثلا شاید سه ماه چهار ماه داشتم دوباره این کار رو انجام میدادم و سروش اگه تعریف کنه میگه میگه من سهر رو دیدم که رفت کلا رو ویبره دستا میلرزید پاها میلرزید و خودم هم دقیقا این شکلی بودم که برم روی تنام هی نفس عمیق بکشم مثلا بگم سهر بخواید باش مسلط باش اوکیه میتونی مشکلی نیست چی اتفاقی نمیفته و خب این یه چالش بود برای من ولی دوست دارم که با این چالش ها برخورد میکنم و سعی میکنم ردشون کنم و این رد کردن چالش مدیریت یه چالش برام هم شیرینه و هم هی دستاوردهای جدید داره یعنی احساس میکنم یه قسمتی از وجودم رو کشف میکنم و میسازمش این شکلیه برام قشنگه مثلا این ورزشکار بدنسازا هستن مثلا این یه خورده فشار بیشتری بیاره که از آره. اون دقیقاً دقیقا برام اینه که یه چیزی توی من ساخته میشه یه چیز جدیدی برام شکل میگیره یک مثلا انگار که یه نقطه ای توی اون ذهنم دوباره روشن میشه یه چیز جدیدی رو میفهمم آگاهیم نسبت به جهان بیشتر میشه حالا در مورد سفر میگفتن خودم خب خیلی سفر دوست دارم بعد هی این برام برام میرم و خانواده شاکی از این قضیه که من هی سفر میرم و اینها و یا بابا مثلا یه لحن شاکی از ازم پرسید که تو لحظه گیلکی و اینها که تو این همه سفر میری اصلا چی فهمیدی به من بگو که این همه سفر میری همون شکلی بود همون گیلکی این, همه سفر بشه آخه چی فهمستی؟ حالا اگه تو بخوای به این سال جواب بدی اگه با میپرسید چه جواب میدادی مهمترین دستاوردم از سفرها با توجه به سبک سفری که دارم برای خودم اینه که خودم رو خیلی بهتر شناختم یعنی قشنگ کشف کردم یعنی اون ماجراجویی که توی شخصیت منه مهمترین ماجراجویی در خودم اتفاق افتاد یعنی در شخصیت خودم درون خودم به هر دفعه نمیتونم بگم تموم شده و اوکی بستم گوشم کنار نه این خداگاهی هر دفعه هی بیشتر میشه نسبت به خودم شناخت بیشتری پیدا میکنم و خودم رو میشناسم و بعد از اون جهانی که دارم توش زندگی میکنم رو بهتر میشناسم و اونم نامتناهی واقعا یعنی اینکه نمیتونم بگم خب من دیگه جهان رو شناختم و تموم شد و گذاشتم کنار نه هر سفری که میرم حالا سفرم حتما این نیست که یه سفر خفنه من آمریکای جنوبی نه حالا تا حالا هم نرفتم البته ولی ممکنه حتی سفره مثلا یه روستایی همین نزدیک تهران باشه خب ولی چون که این درون خودمه و دوست دارم این کشف و شهود مشاهده کردن ارتباط گرفتن فکر کردن و تحلیل کردن اینا رو چون خیلی دوست دارم همیشه تو همین مسیر رفتم و میگم بهترین دستاورد من این بوده که خودمو بشناسم و بعد جهانی که دارم توش زندگی میکنم و بشناسم قسم. که چقدر متنوع چقدر متنوع چقدر فرق میکنن آدم ها فکرشون حالا از ظاهر گرفته تا درونشون کوچکترین تصمیماتی که میگیرن چقدر متفاوته و باید احترام بذارم و قبول کنم این آره قشنگ خرم. بود حالا من جواب دادم به هوا این بود که من فهمیدم که خیلی کم سفر رفتم <تصفيق> 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 خیلی چیزا بوده همین تو ببینی آره واقعا این که حسن هست آره. و قشنگ گفتیم از من انگار دو بود داره اینکه یک سفر بود ظاهری و بیرونی داره و انگار یک سفر درونی هم میری و سفری که میری و آره. اون شناخت خودت اونجا خیلی پررنگ میشه قشنگ بود یعنی بعد اینی که تو داری میگی الان کم سفر رفتی ببین دقیقا همون میگم نامتناهیه یعنی اینکه تو اصلا ممکنه که فرض بگیر که الان خیلی هستن از آدم ها که مثلا افتخارشون این که نمیدونم همه ی کشورهای جهان رو رفتن نمیدونم چند تا کشور ولی مثلا چه میدونم تو پروفایلشون بری ببینی میگه مثلا 170 تا کشور مثلا جهان رو دیدم ولی خب یعنی این تعداده این کمیت مهم نیست کیفیت یعنی تو ممکنه که مثلا سه بار بری یه کشور سه بار بری یه شهر و هر بار یه چیز جدیدی کشف کنی چه تو خودت چه توی بیرون و مشاهده که داری انجام میدی خیلی هم عالی الان گفتی داری روانشناسی میخونی و چی شد که رفتی این سمت و سوها اصلا ببین من یادگیری رو خیلی دوست دارم یعنی چیزای جدید رو فهمیدن و یاد گرفتن و حالا همون به قول من خیلی دوست دارم و فکر میکنم تموم نمیشه این خصوصیتم ولی روانشناسی رو خیلی دیر فهمیدم که علاقه دارم ولی به نظرم بازم دیر نیست برای شروعش خب من تجربه ای که داشتم از اون اتفاق بعد بستری شدنم تو بیمارستان و بعد تشخیص اشتباهی که در مورد من دادن و این سیری که طی شد دارو درمانی ها نظرات پزشک و همه اینا تا من بعدا به یه ثباتی رسیدم و فهمیدم که اصلا مشکل چی بوده و اصلا اونایی که میگفتن تشخیص اشتباه بوده و بعد برخوردم با آدم ها و دیدن آدم های مختلف نظراتشون اتفاقاتی که براشون میفته و مشکلاتی که دارن و اینکه من همیشه گوش میدادم سعی کردم گوش بدم فهمیدم که هم توی گوش دادن خیلی خوبم همین که چقدر دوست دارم که بفهمم این مشکل کجاست و یعنی درگیر بشم قشنگ با اینکه این مشکل میتونه تو کودکی ما بوده باشه و کسی نفهمیده و الان ما میفهمیم که مثلا این خصوصیت اخلاقی من به این دلیلی که من توی دوران مثلا اون دو ماه تو 24 ماه اولیه مثلا اون چیزی که باید شکل می گرفته نگرفته و این اصلا من خیلی خفنه و به خاطر همین من گفتم که برم و از بیس اصلا شروع کنم خوندن یعنی رفتم دیدم که یکی دوستام هم شروع کرده بود بدون کنکور پذیرش گرفت بود به منم سرچ کردم که تهران کجا داره و دیدم بدون کنکور پذیرش دارن رشته روانشناسی برای لیسانس و شروع کردم به دانشگاه آزاد و برام خیلی جالبه و واقعا دوست دارم چیزی که الان کتابهایی که دارم میخونم هرچند ممکنه که خیلی از منابش یه ذره قدیمی باشه و اینا ولی یه سر نخی داره بهم میده که میتونم هی دنبالش کنم قشنگه حالا که صحبت کتاب شد بریم سراغ اصلا داستان کتاب خون شدنه چی شد که به کتاب ها علاقه من شدی؟ کتاب که ما تو خونمون یه کتابخونه خیلی بزرگ داشتیم و خب مامان من لیسانس علوم سیاسی بود و بعدها اتفاقا مامان منم هم یعنی تو همین مدل بود که بعدا رفت فوق لیسانس الهیات گرفت کان تو سن پنجاه سالگی اینا یعنی یه سری چیزا رو از مادرم به ارث بردم یه کتابخونه خیلی بزرگ داشتیم پر از رومان یعنی مثلا کتاب های داستایوفسکی ماکسیم گورکی نمیدونم از برتولد برشت نمایشنامه و من یادم تو بچگی نشستم مثلا نمایش نمایی برشت خوندم یا مثلا مادر گورکی خوندم یا صد سال تنهایی خوندم و حالا نمیفهمیدم همشو یعنی شاید مثلا یه سری تفسیرها که از اون کتاب ها میشد رو من نمیفهمیدم ولی داستانا رو نشستم خوندم و برام خیلی این فضا و جهان داستان برام خیلی جالب بود قشنگ انگار که من ماجراجویی رو از همونجا شروع کردم خودم رو جای شخصیت ها میذاشتم یه کتابی بود یادم هیچ وقتم بعدش دیگه پیدا نکردم کتاب فصل چهارم یه کتاب روسی تور بود که خب احتمالا شاید مثلا چاپ خیلی قدیمی بوده و بعداً هم مثلا چاپش متوقف شده داستان یه دختر روس بود که چقدر تلاش میکنه وردش میکنه نمیدونم چی چی میرسه میره توی ارتش فلان و انقدر من همزاد پنداری میکردم تو اون سن شاید مثلا دوازده سالگی یازده سالگی که اصلا فهمی کنن که منم هم باید همینطوری باشم من باید شنواگر بشم من باید این کار انجام بدم انقدر فعال باشم و فلان خیلی کتاب ها تو زندگی من نقش داشتن از بچگی مامانم یعنی حتی برای ما خودش اینطوری میه که شما که اصلا بچه بودین من براتون باخ مثلا موسیقی میذاشتم شما گوش بدید همینطوری بیایید بالا یا مثلا یکم یه ذره میتونستیم درست بشنیم شاهنامه و ارتباط من با کتاب فکر میکنم دقیقا از تاثیر مادرم زحماتی که کشید و اون خاطرات و همه اینا از بچگی شکل گرفت و چیوی ادامه پیدا کرد این علاقت؟ دیگه همینطور من کتاب میخوندم دیگه یعنی اون اتشی که داشتم نسبت به دونستنه خب داستان و اینا که میگم برای من قشنگ این ماجراجویی بود انگار که دارم آدم های مختلف رو میدم انگار دارم کشور اون موقع نمیفهمیدم الان میدونم که اون موقع انگار دارم سفر میکنم مثلا یک کتاب دارم از روسیه میخونم یک کتاب دارم از فرانسه میخونم مثلا یک کتاب دارم از زندان هایی نمیدونم شوروی میخونم و اینا برام خیلی جالب بود همینا هی باعث میشد من ادامه بدم حالا برم یک کتاب دیگه بخونم حالا برم یک کتاب دیگه بخونم و بعد خب دو دورانهای مختلف هم داشتم سبک خوندن هم هی عوض میشد مثلا یه دوره رفتم کتاب های مذهبی خوندم یه دوره کتاب های داستان خوندم بعد رو فلسفه خوندم و ادامه داره دیگه های کتاب خونی خاصی هم داری؟ های کتاب خونی ببین من اه... هی سعی میکنم که کتاب صوتیه رو یه جوری بگنجونم <applause> یا کتاب مثلا ایبوک یه جوری بگنجونم ولی خیلی ناموفقم یکی عادت هم با اینو خیلی دوست دارم که کتاب یعنی کلاسیک کاغذی دستم آره فیزیکی دستم باشه و این ورق زدنه بوی کاغذه این دیدنه حالا یه جاهای حتی نوت برداری حاشیه نویسی اینا رو مثلا دوست دارم و دوست دارم که یعنی یکی دیگه از عادت اینه که خیلی تو فضای ساکتی باید باشم خیلی آره چیزی که مثلا حواسم پرت کنه اینه یعنی مثلا خب بعضی با موسیقی هر صدایی میتونم من نمیتونم خب تو سفر میری تو اتوبوس و فرودگاه کتاب نمیتونی چرا کتاب که اتفاقا با خودم میبردم و هانس فری میذارم حالا یا سعی میکنم اواخر که سعی کردم که هی مثلا این قابلیت رو ببرم بالا که از جهان اطراف جداشم و تمرکزم ببرم حالا یه جاهای آدم موفق یه جاهایی نیست ولی تلاشم رو دارم میکنم قشنگ بود یه کتاب به که نصف نیمه رهاش کرده دوستش نداشتی وای 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 خیلی کتاب هست یک از اون معروفاشو بگو <تصفح> <تصفح> حالا الان نمیتونم واقعا یادم نمیاد انقدر حضور ذهن داشته باشم ببین آخرین کتابی که نصفه هم نه اما اوایلش رها کردم یه کتاب بود که توی پادکست معرفی کرده بودن قبیله های ارزشی پادکستش رو که گوش دادم به خیلی کتاب خفنی بود اصلا یه فلسفه بود در قبیله های اخلاقی ببخشید فکر کنم مال جاشو گرینی هم چیزی آره و اونو به عنوان کتاب ای بوکش رو گرفتم چون کتاب گرونی بود گفتم که شروع کنم خوندن و هی رفتم جلو و مثلا فکر کنم یه هفتاد صفحه هشتاد صفحه حالا دقیق یادم نیست خوندم و دیدم اصلا نمیتونم این شکلی باش ارتباط بگیرم خیلی کتاب سنگینی هم بود رها کردم عرض من خیلی هم عالی حالا این کتابی محبوبت میخوام تو این قسمت صدا کتاب محبوبت رو بگی که دوست داری پیشنهاد کنی آدم ها بخونن طبیعتا برای همه مناسب نیست ولی یه وقت آدم خوش کتابایی میخونه که خیلی به دلش میشینه دونه دونه بگیم قصتش چی بوده چرا روزش داشتی و چرا پیشنهادش میکنی آره ببین واقعاً کتابی این شکلیه که خب تو نمیتونی یعنی آدم ها چون اقام متفاوتن تو نمیتونی هر کتابی رو به هر آدمی بگی چون که سلاق مختلفه فقط تا کتاب آره <laughs> ام... مثلا من کتاب تنگسیر صادق چوبک خیلی دوست دارم ام. یعنی دلیلش هم اینه که انقدر این کتاب قویه شخصیت پردازیش فضا سازیش نوشتهش اصلا یعنی وقتی میخونی قشنگ این شکلیه که من وقتی میخوندم انگار که دارم لحظه دقیقا لحجه جنوبی دارم میخونم و مثلا کتابو میخوندم بعد میخواستم صحبت کنم یه لحظه انگار لحجه خودم عوض شده اینقدر تأثیر گذار بود و متن قوی داشت اونو کتابو خیلی دوست دارم داستانشو و میگم این فضاسازی قویشو کتاب دیگه یه کتاب خوندم که اون خیلی باعث شد حتی توی این روانشناسی خوندنم کتاب درمان شوپنهاور مال یالوم آره کتاب خیلی جزو اولین کتابایی بود که من از یالوم خوندم و خیلی برام تاثیرگذار بود مدل برخوردش با یک بیماری و بیمار و اصلا بعد مبحث روان درمانگری و خب داستان حالا نمیدونم خونده باشی یا نه داستان این که اصلا با بیمارش چطوری برخورد میکنه یه بیمار قدیمیش رو میبینه میاره تو گروه درمانی و چطور با هر کدوم از آدما شروع میکنه صحبت کردم یادمه که اصلا این که چطوری داره صحبت میکنه و مدل های بحث کردنی که داشتن با هم رو من کتابو که میخونم قشنگ تحت تاثیر مدل بحثشون بودم یعنی مثلا یه بحثی جای پیش می آمد. همون روند و مسیر بحثی رو من پیش می گرفتم اون برام خیلی جالب بود نه. که البته خب از یالون بعدا کتاب های زیادی خوندم مثلا رواندرمانگریه رواندرمانی اگزیستانسیالش رو خیلی دوست دارم و بعد پادکستی که ازش اومد رو کتاب دیگه ای که بخوام پیشنهاد بدم یه دونه رمان گفتم الان یه دونه اینو گفتم آها مثلا یه کتابی هست اه... یه ذره... چیز قدرت بی قدرتان مال هاول که رئیس جمهور چک بوده یه ذره موضوع سیاسی داره و میاد از اون زمان تعریف میکنه و در واقع نظریه ایدئولوژیک رو میاد باز میکنه و در مورد توتالیته و نظامی که وجود داره میاد توضیح میده که مثلا این نظام توتالیته و نظام ایدئولوژیک چی کار میکنه چطوری حکم فرمانی میکنه آدمها رو به اسم آزادی ولی در واقع به بردگی میگیره که خب اون زمان توی پراگ و چک و اینا این شکلی بوده و خودش هم درگیر بوده و بعد اصلا اولین فکر میکنم اولین رئیس جمهور دموکرات چک میشه و خیلی کتاب خیلی قطع کوچیک و صفحات کمی هم داره ولی فوق العاده نکته داره و اصلا توصیه میکنم همه بخونن که قشنگ برشون خیلی آشناست دیگه تموم شد دیگه ساتی کتاب آره. بگم دوست داری یکی دیگه هم <applause> یکی دیگه یک کتابی ها من اینو به همه توصیه میکنم چرا میخوابیم آره دارم میخونم آره مال واکر خیلی کتاب, خیلی خوب کتاب خوبیه یعنی واقعا همه باید این کتاب بخونن که بدونن که چطوری بخوابن چند ساعت بخوام و چقدر خواب اصلا. آره چرا اصلا خواب مهمه یعنی خواب توی چاقی و لاغری دیابت نمیدونم طول عمر همه چی مثلا دارم میگم وقتی ساعت خوابت کمه یه نکتهشه وقتی ساعت خوابت کمه و کم میخوابی هورمون گرسنگی بیشتر از هورمون سیریه و تو با اینکه سیری ولی آره. احساس گشنگی میکنی و ادامه میدی بخورن یعنی اصلا این یه نکته که آقا با تجویز این کتابو بخونید که اصلا آره. خواب چیه چه شکلیه چه ساعتی آره, آره جالب من دارم کتاب میخوام دقیقا یه کسی که اصلا فکر کنم 20 سال توی این حوزه کار کرده و آره، اینا و اصلا قبل از این فکر کرد که خیلی ساده باشه مسئله خواب و میره تحقیقات شروع میکنه این اصلا چیز واقعا زیادی وجود نداره به جز یه سری تفسیر و تعویل اونا که خیلی پای علمی نداره بقیه هم علکه و فکر میکنه که در عرض مثلا چون قضیه اصلا زبال عقل رو میخواسته به فهمه رو آلزایمر داشته کار میکرده بلد. و می‌خواد این ارتباطش با خواب چیه بعد میره خواب یه تقریبا در زمین خواب بکنم فکر می‌کنه دو ساله هم جمع میشه قضیه بعد میره 20 سال تحقیق می‌کنه واقعا خیلی کتاب خوبیه. خوبی آره من واقعا آره آره همه, همه پیشنهاد ایول خیلی کتاب باحالی گفتی مرسی بزنی. من برای اینکه کتاب پیشنهاد کنم بهت من می‌خوام صد کتابت پیشنهاد کنم که یکیش رو هدیه بدم اصلا مثل معیار برای اینکه در بیارم و اینها به نظرم رسید که یکی کتابی باشه که تو حوزه همین روانشناسی اینها بهشون علاقه داری به نظرم زنانم برای مقوله جالبی بود و تمام من کردنشون مثلا اون حالا ماجرای اون دو شخص سواری دختران فردا تو اینا رو داشتم میخوندم مثلا خیلی دی جالب بود که از خزر تا خلیج فارس رکاب زده بودی برای که یک مدرسه ساخته بشه برای دخترها و سفر طبیعتاً توش پررنگ رنگ بوده کهشون و یکم این تنوع کار کردن تنوعی که داشتی در زندگیت اینا رو مثلا سعی یه میارایی در بیارم یه سری کتاب پیشنهاد بدم حالا فارغ از این یه سری کتاب هم هم میرسید گفتم اینا نه اینا حالا به دلیل مثلا مثلا بعضیشون توی حالا پادکست معرفی کرده بودم اینا رو بودم. اینا گفتم بعدا خود برو بخون مثلا یکیش هفت سال در تبت بود یکیش مثلا کور سرخی بود اینا گفتم هم میگه یا آدمی بود فکر کنم از کتاب خوشت بده احتمالاً اینا رو حالا خود برو همینجوری بخون این صدا کتاب ولی صدا کتاب دیگه ای که میخوام به از اینا یعنی خیلی کتاب زیادی بود که میخواستم بزنم اونایی که گفتی خوندم اه جالب ایول ای دوستشون داشتی اونا رو آره کور ولی هفت سال در تبت خیلی آره فکر خیلی خوراکته خورا خیلی دوست داشتم و اون آدمی چی؟ آدمی رو رها کرد. ای آنها که دوستش نداشتی؟ نمیتونم بگم دوست ندارم. حالا اتفاقا وسطش کوتاه بگم. یه سری کتابا هست که شاید موقع مناسبی نیست آدم برش میداره آها. و میخونه. یعنی من اینطوری نبوده که بگم کتاب رو دوست نداشتم. ام. موقع مناسبی از نظر حالا روانی یا مکان اینا نبوده آها. و مثلا گذاشتم و بعدا میخونم. مثلا قلعه حیوانات من چهار پنج بار دست گرفتم گوشتم دوره کنار دست گرفتم دوره گوشتم کنار و بعدا خوندم این شنگ آره. خب پس حالا بریم اینایی که آره بگم بهت خب این اولیشه تنها بودم پا برهنه بودم 26 ساله بودم و همچنین یتیم یک ولگرد واقعی چند هفته پیش وقتی به قریبه این نامم را گفته و توضیح داده بودم که چقدر در دنیا سرگردان بودم مرا اینگونه قلم داد کرده بود. وقتی شش سال داشتم پدرم از زندگیم خارج شد. وقتی 22 سال داشتم مادرم مرد. در پی مرگ او ناپدریم از فردی که به عنوان پدر رویش حساب باز کرده بودم به مردی تبدیل شد که فقط گاهی می توانستم ببینمش. برخلاف تمام کوشش هایی که کردم تا خواهر و برادرم را کنار یکدیگر نگه دارم آنها در غم و اندوهشان متفرق شدند تا اینکه دیگر از کوشش دست کشیدم و من نیز متفرق شدم. از شوهرم جدا شده بودم و شغلم پیش خدمتی بود. پستر و گیجتر از همیشه بودم. هر روز احساس می کردم که انگار از اعماق یک چاه به بالا نگاه می کنم. ولی از درون آن چاه تصمیم گرفتم مسافری تنها در طبیعت وحشی بشوم. این یه بخشی از شروع اصلا کتاب بود که برات خوندم. یعنی که توضیح بدم اصلاً کتاب چیه؟ بخشی از شروع کتاب برات خوندم در واقع. گل صحرا که نبود نه این نیست اسمش هست وحشی <متصفيق> شرل استریت ترجمه میاد بانکی نشه ستاد فهمیدم فیلمش رو آره, آره، فیلمش آره، ساخته آره، شده شد. آفرین آره. آفرین اصلا خیلی مواجه همین دیگه آره، آره. یه زنیه که مادرش فوت میکنه طلاق میگیره اصلا حال روحی روانی خوبی نداره تصمیم میگیره یک مسیر رو بره مسیری حالا بهش میگن که اسمش پاسیفیک کرسته که این از مرز آمریکا با کانادا تا جنوبش که مرز مکزیکه باید پیاده در دل طبیعت بره مس... مسافتی هودن همین مسیری که از خزر تا خلیج فارس رفتی آره اون پیاده مثلا این سه ماه تو سفر میره اینا فیلمش رو دیدم و آره خیلی قوی بود دوست داشتم آره و واقعا یک سفر همون که میگه درونیه قشنگ سفر درونیه خیلی تغییر میکنه بعد این سفره آره خب خلاصه پس این یه گزینه الان بود حالا بریم سراغ دومی که گفتی کتاب صوتی تم تر میکنم من یه کتاب صوتی میخوام اینجا پخش کنم یه تیکشو از کتاب پخش میکنم ببین چطور آیا خوشت میاد یا نه ماشا. چون صوتی بازم گویندگی شنا مهمه, آره خودش رو خودشو پخش کنم برای دست. تیم تحقیقاتی توصیه کردند که اگر برنامه ها میخواهند فواید تحصیلی ماندگار ایجاد کنند باید بر مهارت های باز تمرکز کنند که پشتوانه ای برای دانش آینده کودکند اینکه خواندن را قدری زودتر به کودک یاد بدهیم برتری پایداری نیست برتری پایدار این است که به آنها یاد بدهیم چطور سر نخها را از متن به هم متصل کنند تا معنی چیزی را که میخوانند بفهمند. مشکل این است که مثل تمامی دشواری های مطلوب پیشی گرفتن و شروع زود هنگام نتیجه فوری دارد اما یادگیری عمیق زمانبر است. پژوهشگران نوشتند که کندترین رشد متعلق به انعطاف پذیرترین مهارت هاست. فکر کنم این دیگه زمینش روانشناسی <تنقس> حالا بین بینید در واقع این توسعه فردی فکر کنم محسوب میشه آره اسمش هست وسعت یا عمق دیوید اپستین ترجمه عرفان محبی جهرومی گویندهش هم آقای سامان قلیسخانی بود که ترجمه علوم انسانی منتشر کرده این رو آره کتاب جالبیه اینم حالا توی ای قسمت دیگه پادکست هم این رو گفته بودم در مورد این موضوع حرف میزنه که آیا خوبه که از بچگی کلا سراغ یه موضوع بریم تا آخر اونو بریم مثلا مثال شروع کتاب چیزه مثلا یه بچه ای که از سن کم شروع میکنه گلف بازی کردن باهاش بهش یاد میدونی مثلا این تایگر وود میشه در آینده بر فرض مثلا یه شطرنج بازی که مثلا آخرش میشه یه شطرنج باز قهرمان یا یه که مال مال شوروی اون زمان بوده مثلا میشه ژیمناستی که خیلی حرفه‌ای آیا این مسیری که همیشه این مسیر رو در واقع انگار به ما معرفی کردن آره. گفته شده ولی میگه که اینا توی چیزهایی که مثلا ورزشهایی که دقیقا یه بودی یعنی فقط اون آدمه میشه گلف باز فقط میشه شطرنج باز میگه تو جاهایی که یه پیچیدگی های بیشتری وجود داره جاهایی که خود با گونگی طرفی می خود خلاقیت بیشتری داره اتفاقا آدم هایی که تجربه های متنوع داشتن و دیرتر شروع کردن آدم های انگار تو اون صرف اون عمرشون صرف تجربه کردن تنوع به دست آوردن و خود عقبتر جاهدی اونجا برداشت بهتری میتونن بکنن کلا کتاب جالب بود آره. از این موضوع نگاه می‌کردم آره. به فضا هم خیلی که آره. آره. من خودم هم قشنگ همین شکلی بودم که رشته های مختلف یعنی من از آموزش تئاتر گرفتم تا مدرک ملوانی دارم تا مثلا یعنی یه سری تخصص هایی که ممکنه بعدها عملا و کاربردی به کارم نیاد ولی برام تجربه شده و خب توش یه چیز جدید برام داشته دقیقا آره خیلی چیز خوبی خب پس دو دو تا گزینه داریم خب. بریم سراغ سومی کتاب سومی که میخوام پیشنهاد بدم در مورد تاریخچه روانپزشکیه جفری لیبرمن روانپزشک سرشناسیه که توی این کتاب توضیح میده روانپزشکی چه مسیری رو از گذشته تاریکش تا امروز طی کرده و احتمالاً به خاطر همین گذشته تاریکه که بعضی از مردم هنوز به روانپزشکها اعتماد ندارن. لیبرمن نشون میده که چطور روانپزشکی به سمت کارهای شپ علمی رفت. از علمی نبودن تحواره های یونگ میگه و همینطور خدمت و خیانت بزرگی که فروید به روانپزشکی کرد. توی فصل آخر کتاب از پیشرفت و تحول روانپزشکی تو سالهای اخیر می نویسه. برای اینکه حالا هوای کتاب بیشتر دستت بیاد یه بخش از کتاب برات می خونم. پذیرش روانکاوی به معنای پذیرش باز تعریفی اساسی از بیماری روانی نیز بود. پیشتر مرز بین آدم بیمار و آدم سالم بین آنهایی کشیده می شد که لازم بود بستری شوند و کسانی که نیاز نبود بستری شوند. کسی بیمار روانی تلقی می شد که اللحاظ روانی به طور جدی بیمار بود. برای مثال از روان پریشی انان گسیخته، افسردگی توان و تحلیل برنده، شیدایی مهار یا نقصان قابل ملاحظه قوای عقلی رنج می بردن. اما فروید مرز بین بیماری و سلامت روانی را محو کرد. چون طبق نظریه روانکاوی تقریبا همه گرفتار نوعی تعارض روان نجندی هستند که با درمان مناسب برطرف می شود. روانکاوی نوع جدیدی از بیمار نیازمند روانپزشکی معرفی کرد. کسی که در جامعه به خوبی عمل و رفتار می کند، اما می خواهد عمل و کار و رفتارش از آن چه هست بهتر شود. این نوع بیماران را امروزه سالم نگران می نامند. جالبه. آره، خیلی کتاب عجیب و جالبیه آه, آه، کتاب های ما رو بدیم ببریم ما دیگه بریم کتاب ما رو بدیم <applause> <applause> این اسمش دکترهای اعصاب جفری لیبرمن و اوگی اوگاس نوشتن ترجمه ماندانا فرهادیان ولی تاریخ روان پزشکی بود. تاریخ روان پزشکی خلی خلی و خلصانی. میاد اصلا خیلی من دارم کتاب میخونم و خیلی برم جذابه میاد از اون دوره های شروع میکنه م. اصلا میگه آقا این مرز آدم سالم و بیمار, کجاست میگه اصلا تو رهان این مسئله ای بوده تا سالیان این حل فصل های کتاب اینجوری فصل اولش تشخیصه مم. به این که تو اصلا چجوری تشخیص میدین یک بیماره یا سالمه و خیلی آزمایش های جالبی میکنن چند تا شما دوستش میگم و فصل دومش درمانه که تشخیص دادی بعد درمان چیکار میکنی یا فصل آخرش حال تحولاتی که میشه مثلا تو زمین تشخیصش مثال مثال بزنم میگه مثلا اومد یه آقایی اینا بعد میگه مثلا یه سری اولا که اون دورهای رو میگه مثلا میومدن با انرژی درمانی و اینا مثلا یه آقایی بوده مثلا اورگون داشته دستگاهی بوده میگفت مثلا این از اورگون مشکلش و این مثلا با انرژی رو میگرفت مثلا سعی که درمانش کنه یا مثلا اونایی که خیلی بیماری شدید داشتن توی تیمارستان الاسلام نگاهش میگه آسایشگاه نگاهش میداشتن می اومده مثلا بعضیاشون برای اینکه اینا خیلی مثلا پرخاشگر بودن انرژی زیاد داشتن می اومد یه عملی انجام میدن بهش میگن لوبوتومی یا لوکوتومی هم بهش میگفتن آره. که جمله‌شون سوراخ میکردن می آره. یه تیکه مغزشون رو ور میداشتن آره. و فکر می اینا درمان و در درست که آدم هر رو تبدیل میکردن به یک چیز مثلا گیاه مانندی دقیقاً. دقیقاً. دقیقاً و خیلی تو مثلا اینا رو میخونه بعد عجیبه دیگه و حتی آدمای معروف مثلا حتی مثلا فروید هم چه اشتباهاتی داشته مثلا دلی. اونجا اینا رو مثلا میاد میگه و یکیشون مثالش که میزنه تو تشخیص میگه که مثلا یه آقایی اومد اینا ضد پزشکی بودن گفتن یه سری آدمی که سالمن ولی میرن توی مثلا این جایی که آسایشگاه ها میگن که آقا من مثلا همین صداهای میشتم و اینا علکی <applause> و اینا رو مثلا بستری میکنن بعد میگن که آقا من خوب شدم ولی اینا رو دوباره نگه میدارن و یه جنجالی پا میشه سر این قضیه که آزمایش درست نبوده بعد آریا روی ادعای میکنه می باشه من آزمایش رو اصلا خیلی عملی انجام میدم یه بیمارستانی مثلا داوطلب میشه که این آزمایش رو انجام بده میگه من امسال چندتا تا بیماره که بیمار نیستن میفرستن براتون که ادا در میارن آیا میتونین تشخیص بدین بعد خیلی جالبه اون سال آزمایش میکنن 193 تا اون بیمارستان بیمار رو داشته بیمار روانی و اون بیمارستان تشخیص میده که فکر کنم 43 بوده و سه تا یا 44 تا اینا تقلبی هم و بیمار واقعی نیستن که آدم فرستاده <applause> بعد آدم آخر سال میگه که من هیچ کسی رو نفرستاده بودم <applause> آره یعنی اصلا این که مرز کار است فقط دقیقا آره و مرزی اصلا شاید نداره آره. جالب آره دست آره خیلی داره. کتاب جالب بود حالا من دانا فردین هم قسمت های قبلی دعوت کردم تو پادکست کلا کتاب های علمی رو خیلی خوب باز توی حوزه پیدا میکنه و ترجمه و از همین که از کتاب های خیلی خوبش بود خب حالا به این ستا کدوم شاید هدیه بدم آخری؟ <applause> آلی چشم من, من فکرم ستاشو میدین یعنی چی؟ <applause> ما هیچ نه هم هدیه میدم نه میخوام که چرا سبامی رو انتخاب میکنی میشهد دنبال این انتخاب هم ببین خب این همین موضوعی که داری مطرح میکنید خیلی موضوع مهمیه و خودم خب علاقمه و رشتم هم که هست هم تاریخیش رو بدونم سیری که تهی کرده و هم خودم هم خیلی اینو فکر میکنم این شکلیه حالا شاید خلافش ازن ثابت شده که مرزی خیلی نداره مرز مشخصی بین یه آدم سالم و بیمار چون و حالا اون تهرواره <تصفح> هایی که گفتی و تمام اینا برام جالبه که اینو بخونم کتاب آره. حالا احتمالا سنگینی هم باشه ولی فکر میکنم حتی احتمالا جزو شاید منابع باشه دوست دارم اینا سنگین لحاظ واقعا پیسی چون من خودم به عنوان که مثلا کسی که دارم درس رو میخونم اینو نخوندم چون علاقه مندم اگه آدم کتاب علمی کنه علاقه من باشه مثلا تا کتاب خیلی ساده و روونیم حالا آره یه جایی کتاب میکنه یه به اسم DSM اگه اشتباه نکنم که اصلا یه چیزی داره بر یه جایی به اسم APA که انجمن روانپزشکی آمریکا مم. اصلا یه لیستی میده از بیماری ها و چیزشون این علائمشون مم. و اصلا یه فصلی کتاب در مورد همینه که آیا مثلا این چی جوری میشه مرز بیمار و آدمی که واقعا اختلال روانی داره تشخیص داد و اینا سعی میکنن این کارو بکنن خیلی آره. خیلی جذابه آره و کلا خب اصلا این کتاب ها اگر که یه ذره بیشتر باب شه حالا ترجمه شه و بعد خونده شه معرفی شه خونده شه چون که خب قبلا همون تاریخ که داری میگی دید مردم هم نسبت به روان پزشک روان درمانگر روان خیلی بد بوده یعنی اینکه هر کسی میرفته پیش یه پزشکی اگر که مثلا برای همچی موضوعی و اختلالاتی که داشته دیوونه است دیگه ولی در صورتی که اصلا این ربطی به همچین چیزی نداره یعنی همچین برچسبی اصلا نباید زد چون که انقدر عمیق و انقدر تخصصی این رشته که همه درگیرشن و همه باید پیش یه همچین متخصصی برن چکاپ بشن اصلا یعنی قشنگ اینه چکاپ شدنه که تو چطور میری هر سال هر شیش ماه یه بار آزمایش خون میدی یه چکاپی میکنی دقیقا روان ما بیشتر از یه همچین چیزی نیاز داره که چکاپ بشی مشاوره بشی مطرح کنی حرفا رو اون ذهنه رو بیرون بریزی تهرواره های اشتباه رو در بیاری و به نظرم اینجور کتاب ها خیلی آه. خوبه از این فقط یه پرانتز باز کنم و این خیلی با اون فضای تهبار و اینا کلا خوب نیست نه, نه نه کتاب نه کلا ولی میگم این مدل اصلا کتاب آره ولی دیدنش خیلی خوبه, خوبه. من خواهم میگم اصلا سیرش که داشتم میدم ازم جالب بود آره ای میگم به عنوان آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ <تصفح> یه شعری رو خودم خیلی دوست دارم. شعر که خیلی دوست دارم. مخصوصا از شعرهای خیام که خیلی دوست دارم. برای ما مثلا یکی از شعرهای اکسیستانسیاله. ولی یه شعری خوب تاثیرگذارم گذارم چون بوده تو زندگیم از جناب حافظ. حالا اگر که درست بخونم. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. بیار باده که چی بود بقیهش؟ یه بود برباد است فقط یادم آره آره, آره. بنیان است این تیکش یادم رفت و این تیکش این بیتش غلام همت آنم هم که در این چرخ آره. کبود زه هر چه رنگ تعلق فرزیدت آزاد, آزاد است این آره. برام خیلی اصلا جزو فلسفه من شده و نگاه هم به زندگی و حالا و خیام هم که میگم اصلا اینکه شعرهاش خوب زیاده توی این زمینه که دیروز که گذشته فردایی که دیگه تو نمیدونی چیه و فقط در همین حال زندگی کن و لذتش رو ببر این میشه فلسفه زندگی قشنگه عالی مسته. من سوالم تموم شده اگه نکته ای حرف پایانی داری چاکریم مرسی ازتون کارتون ادامه بدیم کتاب چیزیه که یکی از مسائلیه که حضب نشدنیه به نظرم و تلاش در این مسیر همیشه ارزش مرسی ممنون لطفت به من که خیلی خوش گذشت و ممنون کردی. از که دعوتم قبول کردی فعلا خدا صدای جرمی لیبرمن رو میشنوید توی سخنرانی تدکس با عنوان تصور کن هیچ انگی برای بیماری روانی وجود ندارد. تو این بخش از سخنرانی لیبرمن از خودکشی رابین ویلیامز حرف میزنه که درگیر بیماری روانی بوده و بعدش نامه یکی از بیمارهای سابقش رو میخونه. Dear Dr. Lieberman, last night I read your article about the suicide of Robin Williams and recognized your name. You probably don't remember me, but between the ages of 15 and 30, I was severely mentally ill with borderline personality disorder and depression. I made many suicide attempts and was frequently hospitalized. One of those times I took a large overdose and awoke in the intensive care unit of St. Vincent's Hospital. You were assigned to be my doctor, and I clearly remember how very much you helped me. You probably didn't see it that way, as I know I gave you a really hard time with my acting out and self-destructive behavior. However, eventually, with a lot of treatment, I was able to get myself together. I got married, enrolled in nursing school, and graduated as valedictorian. For the past 22 years, I've worked in psychiatric hospitals. When I look back at just how mentally ill I was early in my life, I would never have thought it could turn out so well. How very fortunate I feel to have a pretty happy life. And so I just had to let you know. What I remember most from when I was your patient is that you genuinely seemed to care about me and didn't judge me. But I suppose the best doctors are always the ones with the most heart. Signed, Lori. So, this was the same Lori that I had treated and feared for so long ago. I was thrilled to know that she had recovered and to think that maybe I played some small part in this. But what really struck me most about her email was the fact that it wasn't my medical knowledge or my clinical skills that she remembered it was the fact that i showed compassion for her and compassion is something that we all can show to people including those with mental illness so while science and medicine continues to pursue the causes and the cures of mental illness i ask that you join me to find the heart and muster the will to reach out to all people particularly people who may show signs of mental illness to raise awareness of the public of the government and of the media to end the stigma of mental illness thank you for listening dr liberman aziz دیشب مقالتون در مورد خودکشی رابین ویلیامز رو خوندم و اسمتون رو به یاد آوردم. احتمالا من رو نمیشناسید اما بین 15 تا سی سالگی بیماری ذهنی شدیدی داشتم. اختلال شخصیت مرزی و افسردگی. بارها برای خودکشی تلاش کردم و هر بار توی بیمارستان بستری شدم. یه بار خیلی قرص خوردم و تو بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سنت وینسنت به هوش اومدم. شما دکتر من بودید و خیلی واضح به یاد میارم که چقدر به هم کمک کردید. احتمالا خودتون اینطوری نیبینینش تا جایی که میدونم با کارهایی که کردم و رفتار خود ویرانگرم شرایط خیلی سختی براتون درست کرده بودم. هرچند آخرش با درمانهای زیاد تونستم خودم رو جمع جور کنم. ازدواج کردم، به مدرسه پرستاری رفتم، و به عنوان دانشجوی ممتاز فارغ و تحصیل شدم. 22 سال گذشته رو توی بیمارستانهای روانی کار کردم. وقتی به گذشته نگاه می کنم که چقدر از نظر روحی حالم بد بود، هرگز فکرشم نمی کردم که یه روز حالم به این خوبی بشه. چقدر خوشحالم از اینکه زندگی شادی دارم و میخوام بهتون بگم چیزی که بیشتر از همه یادم میاد اینه که وقتی بیمارتون بودم احساس میکردم کردم واقعا به هم اهمیت میدید و قضاوت هم نمی کنید. به نظرم بهترین دکترها اونهایی هستند که قلب بزرگتری دارند. امضا لاری خب این همون لاری بود که خیلی وقتها پیش درمانش کردم و نگرانش بودم. از اینکه فهمیدم حالش خوب شده، هیجان زده شدم و فکر می کنم که شاید سهم کوچیکی توی بهبودش داشتم. اما چیزی که واقعا من رو در مورد ایمیل شگفت زده کرد، این حقیقت بود که مهارت های بالینی و دانش پزشکیم نبود که با اشتیاق به یاد می آورد. بلکه چیزی که به یاد آورد، همدلی و محبتی بود که بهش داشتم. چیزی که همه ما میتونیم به همدیگه نشون بدیم. حتی کسایی که درگیر بیماری روانی هستند. پس همزمان با علم و پزشکی که دنبال پیدا کردن علتها و درمان بیماری های روانی هستند، ازتون میخوام به من بپیوندید تا ارادمون رو جمع کنیم و صدامون رو به گوش همه مردم به ویژه کسایی که درگیر بیماری روانی هستند برسونیم. برای اینکه مردم، دولت و رسانه ها رو آگاه کنیم تا به انگ زدن بیمار روانی پایان بدیم. لینک سخنرانی کاملش رو میذارم توی قسمت توضیحات. نسخه الکترونیکی و صوتی تمام کتابهای این قسمت رو میتونید با 50 درصد تخفیف از اپلیکیشن یا سایت تاخچه تهیه کنید. این تخفیف تا سه ماه بعد از انتشار این قسمت هم فعاله. اسم تمام کتابها، کد تخفیف و آدرس اینستاگرام سهر توسی رو میذارم توی بخش توضیحات. برای قسمت پایانی آهنگ بادر رو انتخاب کردم با اجرای نیاز نواب. کتابگرد هر یه هفته در میون سه شنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر هاتون هستم. ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش.